شروع کردن یه برنامه جدیدی کم سخته، طول میکشه جا بیفته، همه چی بره سر جاش. قبلا اینجوری نبود، اونم سخت بود ولی نه اینقدر. اون موقع ها کلن 3 کانال داشتیم، یکی کارتون پخش میکرد، یکی اوشین، یکی ورزش و مردم. توقع بیننده ها هم در حد همین 3 کانال بود. یعنی یه آپارتمان اجاره میکردیم 70 متر، یه پرده میزدیم به دیوار، با یه میز و 3 مبل سریال میساختیم 90 قسمت. همه هم پر بیننده. انتخاب دیگه ای هم وجود نداشت. یا بعد ما رو میدیدن، یا میزدن اونور اوشین میدیدن، یا ورزش و مردم. ولی الان اوضاع خیلی فرق کرده، غیر از ورزش و مردم. هست، همونجور 300 ساله هست. الان ریموت رو بگیری دستت، هر 10 دقیقه یه بار یه سرچ بکنی، 200 کانال جدید اضافه میشه. این وسط حالا برنامه ساختن سخت‌تر شده. باید کلی خرج کنی، دکورای گنده بزنیم، پدر خودمون رو دراریم تا یه برنامه بسازیم. تازه میگن اون قدیما بهتر بود. ولی این چیزا باعث نمیشه که ما تسلیم بشیم و برنامه نسازیم. برای همینه که تصمیم گرفتیم بازم یه برنامه جدید شروع کنیم که همه چیش با برنامه‌های دیگه فرق. مثلا الان این برنامه چقدر فرق داره؟ ببین، مثلا من لباسمو تغییر دادم، اسم برنامه یه چیز دیگه است، اسم سیامک انصاری رو عوض کردیم، مدیر تدارکاتمون عوض شده. همه اینا رو گفتم که یه وقت فکر نکنید ما بی خودی یه چیزی رو شروع میکنیم. حالا خودتون وقتی که این پرده بره بالا ای بابا، نه الان نه، وقتی که این پرده بره اونا هم زرت و زرت میزنه، وقتی که این پرده بره بالا خودتون میفهمید. درباره یه تغییر میگفتم، این برنامه یکم راجع به تغییره. یه عده هستن که هی از نو شروع میکنن، هی تلاش میکنن، خیلی هم زور میزنن برای تغییر و تحول، ولی هرچی بیشتر زور میزنن بیشتر گند میزنن. حالا یا بختشون بده، یا زورشون نمیرسه، یا عقلشون کمه، یا خلاقیت ندارن، ابلهن، نه. یک یختون آب نشد. یه عده هم هستن که کلن در حال تغییر و تحولن. چه عینک دارم؟ یعنی وقتی میبینیشون یا یه چیزی رو تازه شروع کردن یا یه چیزی رو تازه تموم کردن. اینا کلن نشیمنگاهشون رو نشیمن بند نمیشه. یه عده دیگه هستن، اونا هم خیلی اهل تغییر و تحولن، ولی زیاد جا به جا نمیشن. این گونه جانداران عموماً به همراه یک ریموت کنترل و یک گوشی موبایل و نیم کیلو تخم ژاپنی جلوی تلویزیون روی کاناپه مستقر میشن و تمام تغییر و تحول و اصلاح امور رو روی همون کاناپه انجام. اون وقت اینا هم خیلی صاحب نظرن، خیلی هم کارشناسن، خیلی هم تحلیل دارن. واسه همین از روی همون کاناپه توی فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌کنن، از روی همون کاناپه اعتراضات مدنی و غیر مدنی می‌کنن، از روی همون کاناپه انتقاد می‌کنن، از روی همون کاناپه کمپین را می‌اندازن. یه وقتایی هم همه خطرات رو به جون میخرن، از روی همون کاناپه موست موست
یه وقتایی هم تمام خطرات رو به جون میخرن، از روی همون کاناپه مبارزه میکنن. بعد خسته که شدن ریموتو بر میدارن، میزنن ببینن کی به کی خیانت کرد، کی تست صدای اولش بهتر از تست صدای دومش بود. خیلی هم که خسته شدن کاسه صبرشون لبریز شد، یه چایی از آشپزخونه برای خودشون میریزن، هورت میکشن، تمام تخمه ها و نارضایتی ها رو میشوره میبره پایین. یه عده دیگه هم هستن، اونا هم تغییر میکنن، ولی تخصصشون تغییرات یهوییه. مثلا تو این سریالا دیدین تهش یارو یهو دچار تحول میشه، طرف تا دیروز داشته سر عالم و آدم کلاه میذاشته، روزی دو وعده زنشو کتک میزده، شب به شب عروسشو خون به جیگر میکرده، جرثومه فسادی بوده برای خودش، شب میخوابه صبح پا میشه یهو متحول میشه 180 درجه میچرخه و کاملا متحول میشه. چطوری میشه اینطوری دوچار چرخش شد؟ من نمیدونم. یه دی چرا اینقدر با اخم به من نگاه میکنم؟ قشنگ از من متنفرن. حالا حالا یارو تا همین چند وقت پیش گاو گوشه یه جاده میدیده، پیاده میشده میپریده زنده زنده گازش میزده، بعد یهو ویجتریان میشه، گیاهخوار میشه، بعد کلم بروکلی رو یه جوری گاز میزنه که کلم بروکلیه دردش نیاد. بعد مثلا بعد دو ماه این آدم ها رو میبینیشون کباب و یه جوری میخورن، سیخش هم پس نمیدن. بعضی ها هستن که کلن در برابر هر تغییری از خودشون مقاومت نشون میدن، یعنی مدل موهاشون از روز اول مدرسه که مامانشون براشون عروسکی زده تا 50 سالگی دست نمیخوره، کچل هم که میشن باز یه دسته مو رو از سرشون ور میدارن میذارن این ور سرشون که وقت خدای نکرده تغییر نکنن. اینا خودشون که تغییر نمیکنن هیچ، از هر تغییری هم وحشت میکنن. اینجور آدم ها ماشین هم که میخوان تولید کنن 4 تا لاستیکه، یه بوق، 2 تا اینه بغل با یه کمربند، بقیهش آپشن محسوب میشه. اگه بخواین باید پولشو بدین، ولی به قیمت مناسب آماده تحویل در رنگ‌های متنوع. تازگی‌هام به یک تکنولوژی جدید دست پیدا کردن، از موتور وسپا تا لامبورگینی وانتشو می‌سازن. که بساط شادی و نشاط رو در جامعه گسترش بدن مثل الان. واسه همین اینا رو گفتم که نگین ما اهل تغییر نیستیم. مثلا همین نون سنگک، این سال هاست همون ریخت و قیافه است با دور خمیر و وسط سوخته و جوش شیرین و دست نشسته شاطر و اینا سر سفره ماست. آخم نگفت فقط یه مقدار آپشن بهش اضافه شده. سنگک 800 تومن، آپشن کنجت بهش اضافه میشه، میشه 1000، برشته براش میزنه 1200، یه مقدار طولشو بیشتر میکنه 1500. الان سنگک 2016 اومده درو کنجت، برشته، کشیده، تو کشم یه مقدار تیزتر شده.
سرش هم دادن بالا. این رو میتونید 2000 تومان پیش خرید کنید. یا همین بربری. هر بربری هر جای دنیا عرضه بشه 3 وعده غذا محسوب میشه. الان ما یه عمری غذامونو میذاریم لاش، لوله میکنیم میدیم داخل، نماد مقاومته در برابر گاز زدن، سقوط از ارتفاع، زلزله، اصابت ضربه تبر و هر گونه حوادث طبیعی و غیر مترقبه مثل شیر وایساده، هیچ آپشنی هم نداره. اگر این چیزی که من گفتم به گوش بعضی از خودروسازا برسه، بربری وانت میزنن. میخندیم؟ فکر میکنید از این آدم های تغییر نکن نداریم؟ همینجا؟ جان؟ مثلا بین شما کیا هستن که 10 ساله که دست به ترکیب موهاشون نزدن؟ 1, 2, 3, 4, 5؟ نه واقعا 10 ساله دست به موهاشون نزدن، تغییر نکردن. بیا بالا چند نفرن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. خب 13, 14 نفر. حالا از این 14, 15 نفر کیا دلشون میخواد، یعنی حاضرن که تغییر کنن بعد از 10 سال موهاشون تغییر کنه؟ شما میخوای؟ منتظر بودی برنامه بسازیم؟ خب میرفتی سلمونی؟ نه واقعا کیا میخوان تغییر کنن؟ همه این 14 نفر هم میخوان تغییر کن. شما بیا. فکر میکنه شوخی میکنم. میخوای تغییر کنی؟ بله. 10 سال دست به مواد نزدی؟ بله. چی؟ بله 10 سال دست نزدی. فکر میکنی شوخی میکنم؟ بله. شما کارگردان طنز هستی. میگه بله. یه صندلی میدین با یه سری وسائل. من یه بار با دوستام رفتم شمال. فکر میکنی شوخی میکنم؟ بفر. من یه بار خواهش میکنم، من یه بار با دوستان رفتیم شمال خیلی سال پیش، بعد یکی هوس کرد موهاشو کوتاه کنه، گفتم من بلدم، بعد موهاشو کوتاه کردم، یه چیزایی یاد گرفتم. گفتم شمال یه چیزی یادم افتاد، یه نکته ای رو بگم. یه عده ای هستن که هر اتفاقی بیفته، پناهجویان مثلا چه از یونان میرن اون تو اون کشور، اون غرق میشه، مذاکرات هسته‌ای هست، بعد برجامه، بعد فرجامه، محیط زیست مشکل داره، نمیدونم ترافیک داریم، هوا آلوده است، 1000 جور گرفتاری و و و اینا میرن شمال. اصلا در هر شرایطی میرن شمال. اصلا کاری به هیچی ندارن، هی میرن شمال. از این شلوارک ها میپوشن اونجا،
جوجه سیخ میکنن میخورن با نوشابه. خیلی خوبه که آدم بخواد تغییر کنه و در هر شرایطی، شما روبرو رو نگاه کن و نه چیز خاصی نیست، میخوام فقط یه مقدار تغییر کنی و موضوع فکر میکنه شوخی میکنم، نه تکون نخور، موضوع تغییر. روبرو رو نگاه کن. بعد یه بار چند بار من این کارو کردم، یه چیزایی بلدم، ولی تغییر در هر شرایطی به نظرم خوبه. موهاشم پره ماشاءالله. تغییر در هر شرایطی خوبه. و ببین الان چه خوبه. چی بود اون زلفا؟ ببین الان بغلا رو یکم کوتاه کردم، معلوم شد تازه گوش داری. بعضیا کلن در برابر هر تغییری مقاومت نشون میدن. این کار شجاعت میخواد. طرف سال چه میدونم 48 یه پیکان گوجه‌ای صفر خریده، هنوز که هنوزه دلش نمیاد عوضش کنه، از پیکانه فقط یه فرمون و نصف دندش مونده، با یه سیدی که آویزونه به آینش. بقیهش کلن پوسیده، بازم دلش نمیاد بفروش. الان بهتر نیست؟ بهتره؟ به نظر من خیلی تغییر نکرده. شجاعت در تغییر واقعا میگم خیلی خوبه. حالا این که چیزی نیست، به نظرم خیلی تغییر نکردی، همونجوری روبرو رو نگاه کن. قابل تحسینه نه روبرو رو به نظرم قابل تحسین. بهتر نیست؟ خب پیکان گوجه یه رو میگفتم. بعد که ازش میپرسی میگه من از این پیکان خاطره دارم، با همین رانندگی یاد گرفتم، توی همین ماشین زنگ گرفتم، با همین گربه زیر گرفتم، بابا بزرگم تو همین مرد، جونش بالا میاد ولی ماشینش رو عوض نمی کنه. به خاطر اینکه دوستان خسته نشن اینو بگیر، پاشو برو اون پشت بقیهشو بزن. یکی دیگه از خوبی‌های ما اینه که در مقابل متغیرها انعطاف پذیریم تا بیخش، مثل آب میمونیم، بریزنمون تو لیوان میشیم لیوان، بریزنمون تو پارچ میشیم پارچ، سرد بشه میپوشیم، گرم بشه میکنیم، گرون بشه میخریم، ارزون بشه میخریم، صف باشه وای میسیم، ترافیک باشه تو ماشین چرت میزنیم، زلزله بیاد پناه میگیریم، سیل بیاد شنا میکنیم، مریضی بیاد دوا میخوریم، فضا برای نفس باشه میکشیم، نباشه سکام حبس میریم.
کلن خیلی خوب و سازگاریم هممون. کیس ازدواجی مثلا. البته یه عده دیگه هستن از ما هم سازگارتر. اینا آلودگی بشه ماسک میفروشن، سیل بیاد مایو میفروشن، قحطی بیاد احتکار میکنه، مریضی بیاد دارو وارد میکنن. هر جای دنیا به اینا میگن زالوی اقتصادی. در جهان بینی ما ایرانی ها کلن جامعه به دو بخش تقسیم میشه، یکی ما یکی اونا. اونا باید قوانین رو رعایت کنن، اونا باید درست کار باشن. یعنی ما میگیم که مردم چرا اینجوری هن، مردم باید اخلاق گرا باشن، باید کوبیدشن، کلن از نو ساختشن. هی ما میگیم اونا، و اونا نفهمیدیم بالاخره کیان. ما کیم؟ ما چیم؟ ما که خوب، ماه، دست گل. این چه وضع رانندگی مردمه؟ ما میگیم مردم چرا تو لاین خودشون نمیرن؟ چرا دوبله پارک میکنی؟ چرا حق تقدم رو رعایت نمی کنن؟ ما هی میگیم اینا، اونا مثلا. وگرنه ما که همه شماخریم. اگه تو فرعی 120 میریم حتما عجله داریم. اگه وسط خیابون سوبله پارک میکنیم حتما یه کاری پیش اومده. اگه بزنیم یکی رو با آسفالت یکی کنیم عمرش به دنیا نبوده. یا مثلا بعد ماه میگیم ببینید مردم با محیط زیست چه میکنن. اون جوجا و سیخا و قوطی نوشابه ها رو که گفتم اینا ریختیم تو جنگل، اینا جذب میشه بعد یه مدت. پوشک بچه هم که شوت میکنیم سر شاخه شکوفه میزنه بعد یه مدت. یا هی میگیم چرا بعضیا اختلاس میکنن؟ اونا رشوه میدن، رشوه میگیرن. ما رو نگاه کنین، ما رو نگاه کنی، نه حق و حساب میگیریم، نه رانت میخوریم، سالم سالم، پاک پاکیم. یه وقتایی هم چیزی راجع به کسی میگیم حقمونه، سهممونه. به هر حال مردم هم خوبن، سلام میرسون.